همزمان با تداوم اعتراضات سراسری برای ده هفته متوالی و شمار فزاینده قربانیان طی روزهای اخیر ابراهیم رئیسی جنایتکار توی دیدارش با بسیجی های یگان ویژه فاتحین تهران بزرگ از اونها به خاطر سرکوب معترضا تقدیر کرد رئیس جمهور کثیف جمهوری اسلامی جمعه چهار آذر به مناسبت هفته بسیج تو بازدید سرزده از یگان ویژه فاتحین ضمن تقدیر از اقدامات بسیجیان این یگان در سرکوب معترضان گفت شما در همه عرصه‌ها افتخار فریدید و در مواجهه با اختشاشگرا خوش درخشیدین مقامات کثیف جمهوری نکبت و رسانه های حکومتی در طول چهاردهه گذشته همواره از اعتراضات مردمی به عنوان اختشاش نام میبرند و معترضان را به اخلال در نظم عمومی متهم می کنن. در تصویری که خبرگزاری مشرق نزدیک به سپاه فاسد از این دیدار منتشر کرده ابراهیم رئیسی در میان شماری از اعضای علنگ گروه شبه نظامی روی زمین نشسته این دیدار در شرایطی صورت گرفته که بر اساس گزارش روز سوم آذر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران شمار تلفات نیروهای نظامی انتظامی امنیتی و بسیجی های حرام زاده تو جریان سرکوب معترضان به 56 تن رسیده و در این میان نیروهای بسیج با 31 گور به گور شده بالاترین میزان تلفات رو داشتند با وجود این تازه ترین گزارش هرانا نشون میده که شمار مردم قربانی در جریان اعتراضات سراسری به حدود 450 تن شامل دهها کودک و نوجوان زیر 18 سال رسیده. بنابر گزارش سازمان حقوق بشری در بیش از دو ماهی که از آغاز اعتراضات گذشته بیشتر معترضان با هدف مستقیم و با ضربات نیروهای امنیتی و نظامی جون خودشون را از دست دادن. رئیس جنایتکار همزمان با تداوم اعتراضات مردمی در نقاط مختلف ایران خطاب به این نیروهای فاتحین حرومزاده میگه حفظ نظام اسلامی از اوجب واجباته و توصیف بر صدور تفکر بسیجی به ساید کشورهای منطقه هم تاکید شده تصاویر ویدیوهای دریافتی از تهران نشون میده که تو هفته های اخیر نیروهای این گروه کثیف شبه نظامی با همون اونیفورم هایی که توی جنگ سوریه و حمایت از بشار اسد به تنشون داشتن برای مقابله ما معترضات تو سطح پایتخت استقرار یافتن. یگان ویژه فاتحین یک گروه شبه نظامی کثیف زیر مجموعه سپاه فاسد پاسدارانی که نیروهای اون با گذراندن انواع آموزش های تخصصی و دوره های ویژه نظامی مثل نبرد شهری هلیبورن و کار با انواع سلاح برای معمولیت های خاص آماده میشند. اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران از 26 شهریور ورما در واکنش به جانباختن محسا امینی توی بازداشت گشت ارشاد نیروهای کثیف انتظامی آغاز شد و بدون حتی یک روز وقفه تا امروز ادامه داشته توی سخنرانی رئیسی یک معترض توی سخنرانی به رئیسی حمله میکنه و شروع میکنه به داد و بیداد کردن با هم ببینیم <applause> ما, به، ما به پیروی از اونچه که اماممان شهدایمان مردممون میخواهند امروز به دنبال انتشار فراخان مشترک هفت دانشگاه شهر تهران برای برپایی تجمع دانشجویی در حمایت از مردم کردستان با نام شنبه سیاه دانشگاه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، تهران، شریف، بهشتی و چند تای دیگه دست به تحسن و اعتصاب زدند. توی دانشگاه صنعتی اصفهان هم دانشجویان راهپیمایی کردند. این های دانشجویی در اعتراض به مرگ مردم مناطق کردنشین ایران بازداشت و ممنوع ورودی دانشجویان و حمایت از خیزش و انقلابی ایرانیان علیه جمهوری کثیف اسلامی شکل گرفت دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان و همچنین به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان تجمع کردند این دانشجویان در تجمع خود شعارهایی چون گارد چماق به دستان باید بره گورستان دانشجوی زندانی آزاد باید گردد و قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان سر دادند دانشجویان دانشگاه خارزمی واحد کرج هم توی اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجو تجمع کردند این دانشجوها تو تجمع خودشون شارهایی چون کردستان تنها نیست ایران پشتیبانشه هموطن تیر بخوره به غیرتت بر بخوره جمع و رود کردستان چشم و چراغ ایران و هیستایی هرزتویی زن آزاد منم سر دادند گروهی از دانشجوی دانشگاه علم و صنعت هم در اعتراض به ادامه بازداشت دانشجویان این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران توی قوم هم توی اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان با شعار هیستوی، تویی هرز تویی زن آزاد منم تجمع کردند. ویدیوهای رسیده نشون میده جمعیت زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در اعتراض به مسمومیت غذایی دهها دانشجوی این دانشگاه تجمع کرده و شعار دادند این دانشجو همچنین خواستار استعفای مسئولان دانشگاه هم شدند پیش از این راهپیمایی دانشجویان در واکنش به مسمومیت بیش از 270 دانشجوی این دانشگاه با غذای خوابگاهی اعتراض کرده و ظروف غذای خودشان را تو محوطه دانشگاه گذاشتند دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ هم توی همبستگی با مردم کردستان و محکومیت سرکوب شدید توی این منطقه تجمع و تحسن کردن این دانشجویان تو تجمع خودشون شعارهایی چون از کردستان تا تهران جان فدای ایران و تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت سر دادن تحسن و اعتصاب دانشجویان دانشگاه امیر کبیر اما وارد هشتمین روز خودش شد توی دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی این دانشگاه دانشجویان تو تحسنشون سرود زن رو همخونی کردند دانشجویان دانشکده نساجی هم به یاد همکلاسی های در بندشون سرود سوگند به خونه همراهانم رو همخونی کردند توی دانشگاه صنعتی شریف هم دانشجوی مهندسی شیمی نفت و کامپیوتر تحسن کردند این تحصان برای اعتراض به بازداشت دانشجویان به ویژه محمد مصطفایی، فاطمه ناصر رنجبر و رضا فتحی ممنوع فرود شدن شمالی دیگر از دانشجویان و تشدید محرومیت از امکانات رفاهی تو این دانشگاه شکل گرفت. تو دانشگاه تهران اما جمعی از دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی با انتشار بیانیه ای در رابطه با تشدید اعمال فشار بر دانشجویان اعتصاب کردن و تحصان خودشون را از سر گرفتند. تو این بیانیه تاکید شده تحریم کلاس های درس از روز پنجم آذر تا زمان آزادی محمد صادق صادقی دانشجو در این دانشگاه که یک ماه توی بازداشت به سر میبره رفع اتهام های واهی از دانشجویان ممنوع ورود و بازگردوندن خوابگاه به دانشجویان ادامه داره این دانشجویان توی بیانیه خودشون نوشتن ما رو یاری تاب آوردن نگاه حق طلب دوستان ما نیست اگر به سرسه بردگی تن دهیم تو دانشکده بهشتی هم در حمایت از خیزش انقلابی مردم شماری از دانشجویان اعتصاب و تحسن کردند اعتراضات دانشجویی در شرایطی ادامه داره که در روزهای گذشته صدها نفر از دانشجویان های مختلف ممنوع ورود شدند

دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار